بعد از پیروزی انقلاب 57 فشار بر روزنامه ها و نشریات مستقل به مرور زیاد شد. روزنامه آیندگان اولین نشریه بود که حدود 6 ماه بعد از استقرار حکومت جدید توقیف شد. اواخر اردیبهشت 58 آیندگان خبری درباره ترور مطهری نوشت که دفتر خمینی اون رو تکذیب کرد. در اطلاعیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی آمده بود که خمینی دیگر آیندگان رو نمیخونه. چند هفته بعد آیندگان توقیف شد و تعدادی از نویسندگان اون هم دستگیر شدند. خمینی یک سال بعد از توقیف آیندگان همچنان میگفت روزنامه ها در حال فتنه انگیزی هستند. اون روزنامه هایی که به اونها مربوط است جلوشون رو بگیرن، این عذر نمیشد که ما روزنامه ها رو نمیدونیم چی نوشته. نه خیر، این عذر نیست. باید روزنامه ها رو ببینن چی نوشته. خودش نمیرسد، خود آقایونی که مثلا در مجلس هستن یا آقایونی که در خارج مجلس هستن نمیرسن بخوانن روزنامه ها را. یک کسی دیگر را وادار کند که بخوانن روزنامه ببینن چیه. هر روزنامه ها مشغول فتنه انگیزی هستن و مشغول این هستن که دولت را با رئیس جمهور، مجلس را با رئیس جمهور، رئیس جمهور را با مجلس مخالف کنن. و این یک توطئه است که در روزنامه ها ایجاد شده است و باید خود آقایون جلوشون رو بگیرن قبل از اینکه ملت جلوش رو بگیرد، قبل از اینکه خود ملت بیاد و بی ملاحظه از کسی تمام این روزنامه ها را خفه کند، خودشون جلوش رو بگیرن. فرج سرکوی نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت با ما. آقای سرکوی، اتفاقا همین امروز که این خبر اعتراض روزنامه‌های اسرائیلی رو داشتیم منتشر می‌کردیم که صفحه اولشون رو سیاه کردن، به یاد همون صفحه اول سفید روزنامه آیندگان افتادم که در واکنش به همین حرفای آقای خمینی بود. در اون دو سه سال اول انقلاب انصافا روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران یک آزادی عمل قابل توجهی داشتن. چه شد که به نظرتون تا همون جای کار هم خمینی مدارا کرده بود؟ من سلام میکنم به شما و بینندگان شما. اجازه میخوام از شما که نخست یک جمله بگم، این جمله که از قول نیلوفر حامدی نقل شده که من به کارم افتخار میکنم شما در برنامه اشاره کردین. من به عنوان کسی که عمری رو از نوجوانی تا حالا در این حرفه روزنامه نگاری گذاشتم، بگم که آدم مثل من به نیلوفر حامدی و به امثال او، به خانم الهی محمدی افتخار میکنه و اینها و روزنامه نگارانی چون اونها افتخار حرفه ما هستند و نشون میدن که حرفه ما چقدر زنده هستش به رغم همه باهای سنگینی که همکاران ما دارن در ایران میدن برای این اینکه کار کرده خودشون تحقق بدن. و خوشحالی هم بگم که به رغم همه سیستم سرکوبی که از همون آغاز اعمال شد تا کنون و همه همون میدونیم چقدر خشن و بیرحم هستش و چقدر ناانسانی، باز تولید میشنن روزنامه نویسان شجاع در نسلهای گوناگون که به اصطلاح حرفه ما رو که عبارت از پایبندی به حقیقت هست و گزارش حقیقت هست و گردش آزاد افکار آراء گوناگون هست رو انجام میدن. اما حالا سوالی شما ببینین، از همون آغاز که خمینی گفت من آیندگان نمیخوانم و چهار تا نشریه بنده شد از جمله تهران مصور و دوتای دیگه، اصولا جمهوری اسلامی حتی پیش از انقلاب در صدد بود که سانسور همه جانبه رو اعمال بکنه. روحانیت شیعه همیشه میخواسته که سانسور همه جانبه رو اعمال بکنه برای کتاب و روزنامه و برای فرهنگ به طور کلی، و این کار قبلا مثلا قتل کسانی مثل احمد کسروی میکرد و همینطور ادامه داد. خب وقتی قدرت به دست گرفتن به فکر این افتادن. انقلاب نیروها رو آزاد کرده بود. شما نمیتونید یک نظام سیاسی رو براندازیم به تنهایی. باید نیروهای گوناگون در جامعه آزاد میشوند و یک نظام سیاسی برانداخته میشوند. وقتی این نیروهای سیاسی آزاد میشوند به عرصه های گوناگون میگن، از جمله نشریات نام ها که بسیار متنوع بود، پررنگ بود، آزادی داشتن، تا سینما و عرصه های مختلف احزاب سیاسی و غیره. اما اینها از هم آغاز در صدد بودن که حکومت خودشون رو مستقر بکنن. حکومت جدید برای استقرار خودش به زمان نیاز داشت. شما نمیتونید در فردای یک نظام رو سرنگون میکنین فرداش همه دستگاه های سرکوب رو مستقر بکنین. باید زمان لازمه که این دستگاه ها به تدریج ساخته بشه. در شوروی هم استالین به زمان نیاز داشت، همه دیکتاتورها به زمان نیاز دارن. پا به پای استقرار دستگاه های سرکوب و میکانیزم های گوناگون سرکوب آزادی ها رو محدود میکنین، با حمله، با دستگیری، با بازداشت، با سانسور، با توقیف و با چیزهایی که اعمال کردن. بنابراین اینکه گفتین که چطور سالهای اول در ما میتونیم بگیم بودن یک سال نیم حالا با یکی دو ماهی برابر چطور این فضا آزاد بود، برای که اینها داشتن دستگاه های سرکوبشون
بازداری میکردن، میخواستن خودشون رو مستقر بکنن، دعواهای درونی خودشون حل بکنن و بعد این نیروهایی که انقلاب آزاد کرده بود اینا رو دوباره برگردونن و تحت سیطره خودشون در بیارن. این مدت طبیعتا در همه انقلاب ها همینطور است، یک مدتی این فضای آزاد است، حکومت جدید دستگاه های سرکوش رو بنا کنه، اما با توجه به ایدئولوژی خمینی و همه روحانیت شیعه و به اصطلاح کل رهبران انقلاب به جناح گوناگون، اینها به سرعت و به شدت و با خشونت تمام این کار کردن، چرا که اینها در نهاد ایدئولوژیشون اصولا تحمیل فرهنگ تک صدایی بود و تحمیل سانسور و خفقبار برجا. چطور آقای سرکوهی روزنامه نگاران ایرانی، نویسندگان ایرانی در اون فضای خفقان به خصوص دهه 60 و حتی بعد از اون تونستن همچنان یک درجاتی از آزادی عمل داشته باشن علی رغم بازداشت، علی رغم فشارهای حکومت؟ و چرا ایران، این سوالو از مهمان قبلی هم پرسیدم، چرا ایران تبدیل به یک پروپاگاندای کامل نشد فضای رسانه‌ایش مثل مثلا ترکمنستان یا بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس؟ بله هنوزم نشد، به رغم 40 و چند سال سرکوب هنوزم نشده. دلیلش این است که ببینید حکومت جمهوری اسلامی سلسلت توتالیتر داشت، خود حکومت یعنی میخواست مثلا جامعه رو به جامعه رو توتالیتر بکنه، فرهنگ رو کنترل بکنه، مخالفین رو کلا نابود بکنه، اندیشه رو از بین ببره، دیگر اندیشی رو به قول خودشون نابود بکنه و همه این خصلت هایی که حکومت های توتالیتر دارن. اما اتفاقی در این افتاد و تفاوتش با جامعه ای که مثل چین یا ترکمنستان که شما میگید که این به اصطلاح حکومت کاملا تونست کنترل بکنه، البته اونجا کامل نیست ولی تا حدودی، به این دلیل بود که جامعه ایرانی از آغاز مقاومت کرد، نه فقط در حوزه روزنامه. شما توجه کنید در مسئله حجاب به اجباری زنان از آغاز دست به تظاهرات زدن، همون روزهای اول در زمینه مطبوعات نویسندگان داستان نوشتند، آثار منتشر کردند، به آقای زنگینی هم پرداختند. بنابراین در واقعیت قضیه این است که در اون موقع که هنوز به اصطلاح اینترنت نبود و رسانه‌های فارسی در خارج کشور نبودن که بعد به کمک آمدند، در همون زمان هم مقاومت وجود داشت، یعنی جامعه در مقابل فرهنگ یک دستی که حکومت می‌خواست تحمیل بکنه، کل جامعه مقاومت کرد، نه فقط روزنامه ایزان نویسندگان روشنفکران، حالا هر کسی به شیوه خودش مقاومت کرد. این هسته مقاومت در برابر این ایدئولوژی چند تا دلیل داشت، یکی از دلایلش این بود که این ایدئولوژی با هنجار زندگی روزمره مردم در تضاد بود. در ترکمنستان و چین و جاهایی که شما میگین دیکتاتوری بیشتر سیاسی، دیگه اجتماعی و اخلاقی و ارزشی و خانواده و کنترل و روابط شخصی اینا نیست. در ذات این ایدئولوژی چنان بود که جامعه رو به مقابله برمیاد، چون زیست معمول جامعه رو، زیست نور به صلاح طبیعی افراد جامعه رو هم میخواست سرکوب بکنه. بنابراین نقطه های مقاومت در جامعه بسته شد و بعد این نقطه های مقاومت به شیوه های گوناگون خودشون شد در ادبیات روزنامه نویسی و همه جا و بعد هم که به صلاح انقلاب ارتباطات شد، جان وارد یک مرحله جدیدی شد که هیچ کسی پیش بینی نمی کرد که ارتباطات به این شکل در بیاد، اینترنت بیاد، فضای مجازی بیاد، رسانه های بیاد که ماهواره رسانه خارج پارسی زبان خارج کشور جوجه، این هم به کمک این مقاومت آمد. بنابراین میتونیم بگیم که در واقع مقاومت جامعه ایرانی در برابر یک ایدئولوژی که همه جانبه بود، نه اجازه نداد که جامعه تحت کنترل توتالیتاریسم در بیاد، حکومت میخواهد توتالیتاریسم رو مستقر بکنه، همیشه هم خواسته، اما جامعه مقاومت کرده و این کشمکش فضا ایجاد کرده برای که نیروهایی که در جامعه باز تولید میشن بتوانند در یک عرصه‌هایی به اصطلاح از اون سیطره این به اصطلاح استبداد توتالیتر فرار بکنن، فضاها رو بیاورن. برای خود روزنامه‌نگاران به گمانم این مقاومتی که میگید اتفاقا از خود سطح خود اتاقای خبر و اتاقای تحریریه شروع میشه، اینطور نیست؟ چون بسیار اوقات میدونیم که سردبیرها و صاحبان امتیاز روزنامه‌ها نخستین سد سانسور هستند قبل از اینکه حکومت وارد عمل بشه. بله ببینین، کسی که به حرفه روزنامه‌نگاری رو میاره، هر حال توجه هر کسی بالاخره حرفه رو انتخاب میکنه متناسب با شخصیت خودش، گرایشات خودش و غیره، معمولا در خب دیگه ما سوالهایی کار کردیم، معمولا در کسی که به روزنامه‌نویسی روی میآورد یک مثلا میخواهد حقیقت رو گزارش بکنه، کنجکاو، پرسشگر، این خصوصیات این حرفه است. خاصن کسانی که اینطوری نیستن ولی خب اونا موفق نمیشن. روزنامه‌نویسان موفق کسانی هستند که جستجوگرن، پرسش میکنن، تردید میکنن، شک میکنن، جستجو میکنن، میخوان حقیقت رو بگن. این در روحیه این حرفه این روحیه رو میتنبه، خوشوره به صلاح فعاله و و و و این حضور در صحنه به خصوص شما باید گزارش واقعیت رو بدید و همه اینا، طبیعتا این خصوصیات این حرفه با خودش داره، یعنی این موقعیت با خودش داره، در روح روزنامه‌نویس دمیده میشه
و روزنامه نیست به تدریج خودشون با این فضا هم گن میکنه. ممنونم بسیار محبته. موانع بسیار وجود داره، شما اشاره کردید، از مثلا مدیر مسئول ها بگیر که صاحب امتیاز هم پروانه نشر دارن که معمولا خود عامل مستقل سانسور در خود داخلی هستن، داخل وزارت ارشاد اطلاعات سپاه و فشار زندان، همه این چیزای که این تنش بین این دو چالشه بین اون کسی که میخواهد این کار خودش انجام بده و اون کار خصوصیت خاصی داره و از جمله نگاه انتقادی داره با اون موانع گوناگونی که بر سر راهش هست. این تنش شما در این 40 سال شاهدیم، یعنی مدام نسلهای جدید باز تولید میشن، نسلهای قبلی رو سرکوب میکنن، منزوی میکنن، تبعید میفرستن، گوشه‌نشین میکنن و اما این نسلهای جدیدی که میان خصوصیات این حرفه رو به خود میگیرن، درست مثل دانشگاه اینا صدها صد گذاشتن برای پذیرش دانشجو، گزینش نمیدونم میدونین دیگه دارن صد گذاشتن، سعی کردن کسانی بیان که دیگه حکومتی بشن. ما دانشگاه این خصوصیت رو داره، اون فضا این روحیه رو میده. وقتی شما میرین علوم میخونین ذهنتون منطقی تر میشه، پرسشگر تر میشه، وقتی علوم انسانی هم میخونین پرسش و تردید در شما میاد، فضا به شما این خصوصیت رو میده. نمیگم همش فضاست، بخشش هم به شخصیت روانشناسی خود فرق هست، اما خود فضا میده. شما جلان در رسانه خودتون نشستید، برای که بتونید برنامه خوبی بسازید باید مطالعه کنید، باید اخبار رو ببینید، باید دنیا رو ببینید تا بتونید بین اونا موضوع انتخاب کنید. این جستجوگری ذات حرفه ماست، یعنی ذات جورنالیزم، و جستجوگری همیشه با انتقاد، با پرسش، با تردید، با سنجش و با جستجوی فکت ها همراه. بخشی از این خصوصیت یک روحی دارن، روح شاید نمات درستی نیست، بزرم یک چیزی رو به شما میده که شما با این جمع همگر میشید و این شما رو در مقابل حکومت های سرکوب کرد به چالش میکشه، بدون که شما بخواید، برای که شما میخواید حقیقت رو بیان بکنید. ساز حکومت سرکوب کرد این است که حقیقت میشینه بکنه. آقای سرکوهی، همین فضای بسته و عدم آزادی عمل چقدر فکر میکنید رو کیفیت روزنامه‌نگاری ایرانی تأثیر گذاشته؟ یعنی فردا فرض کنید اصلا کاملا هم آزاد بشه، حکومت ایران تغییر بکنه، چقدر ما بنیه روزنامه‌نگاری در ایران داریم؟ چون نمونه روزنامه‌نگاری با کیفیت و الزاماً خب خیلی همون ندیده بودیم در ایران. میدونید من موقعی که مثلا به بریتانیا رفتم، شروع کردم روزنامه‌های بریتانیا خوندم، با یک فرهنگ دیگری از روزنامه‌نگاری آشنا شدم که انصافاً در بهترین نشریات ایران هم نمیدیدم. چقدر فکر میکنین از نظر کیفی کار روزنامه‌نگاری ایرانی توان رقابت رو داره و چقدر این عدم آزادی کیفیت روزنامه‌نگاری رو کاهش داده؟ ببینید در بعضی عرصه ها فرض کنید نشریات تخصصی، نشریاتی در یک صنعت خاص هستند، در حوزه بهداشتی، حمل و نقل، نمیدونم اینا، که سانسور برش کمتر بوده، شما تا حدود یه کیفیت حرفه‌ای خوبی میبینید. نمیگم حالا با دنیا مقایسه بخواید بکنید با کشورهای پیشرفته که خب میدونید امکانات مالی دارن، نمیدونم تبلیغات دارن، درآمد دارن، دوره‌های مدام برای روزنامه‌نگاری‌هاشون دوره‌های بازآموزی می‌دارن، چه اما تا اون دیده. اما در عرصه‌های دیگه متأسفانه حالا بر سر استبداد یک سری بلاهایی هم بر سر کشور میاره، این کابوسی بر ما حاکم هست، بالاخره نتایج منفی هم داره، نه اینکه اون افراد استعداد ندارن یا توانایی ندارن، بلکه فضاشون ندارن. متاسفانه بعد از نظر کیفی اگر شما بخواید بگویید استبداد بسیاری از خصوصیات رو میگیره، اینکه خب شما مثلا دسترسی به اطلاعات آمار ندارید، در نتیجه شما تیم هایی که بیاد این اطلاعات آمار رو بررسی های تطبیقی بکنه و یه دیدی به شما بده که میخواید گزارش بنویسید ندارید، بعد اینکه شما رقابت ندارید، اصولا ارتقا در به خصوص در عرصه فرهنگ، حتی در بالا هم نمیتونه، در محصولات مصرفی هم نمیتونه، رقابت اصولا کیفیت رو ارتقا میده، برای کسی که کیفیتش بهتره محبت‌تر میشه و اون کیفیتش بهتره بازار رو هدف میده. رقابت نداریم، بعد امکان دسترسی ها نداریم، بعد دوره های جدید روزنامه‌نویسی رو وجود نداره، اون دانشگاه علوم ارتباطات اینا که به درد هیچی نمیخورن، و بعد اصولا هم یک روحیه که به اصطلاح بوتن کاری به وجود میاره که شما تنبل میشید، اون چیزایی که شما میدن شما همون رو تبدیل به روابطتون میشین گاهی، و همه اینا کیفیت رو پایین میارید، یعنی سانسور کیفیت رو در زمین روزنامه‌نویسی به شدت کاهش میده.
اما همونطور که می‌بینید هست در نسل جوان که از این فراتر میان، اما برای این متأسفانه اگر بخوایم مقایسه کنیم، حتی اگر با برخی کشورهای همسایه‌مون هم مقایسه کنیم، نه حالا اروپایی و آمریکایی و اینا، کیفیت پایین هست. و البته بخشش هم برمیگرده به مسائل مالی، چون به هر حال شما برای یه گزارش تحقیقی فقط یه نفر داری. من سردبیر بودم، میفهمم این تکرار، ولی یک نشریه مثلا یه تیم داره، اون تیم میره تحقیق میکنه، یه گزارش تحقیقی تهیه کنه تا اینکه یک نفر، حالا اون با سانسور و بعد یک مسئله اساسی دیگر، اون خود سانسوری است که در ذهن کاشته میشه، اون پلیس درونی که استبداد در ذهن همه کس که بنویسم ننویسم، اگر بنویسم خطرناکه، اگر بنویسم تعدادی منتشر نمیکنه، نمیدونم زندان هم میندازن. این تنشی که در درون خود آدم هست بین اون کسی که میخواد حرفش انجام بده و اون سامانی سنگین خودسانسوری درونی شده که پلیس بر شما درونی کرده، همه اینها سبب میشه که نسل شما به اصطلاح اونچنان که باید حرکت کنه. حالا من در مکتوب میدم شما در تصویر فرق داره، اما اساسش فرقی نداره، حرکت نمیکنه. این البته بعد متاسفانه بر سر ما این بلا آمده، همچنان که در علوم طبیعی هم آمده، در علوم انسانی هم آمده، در دانشگاه آمده. این فقط در معامله روزنامه‌نویسی نیست. سپاسگزارم از شما. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار پیشکسوت از فرانکفورت با ما.